سلام برابکس یوتیوب. آقا امروز میخوام بریم با الناز و کیا اپیزود بگیریم. من الناز خیلی برام زندگیش جالب بود، گفتم با هم دیگه بریم ازش چیزی یاد بگیریم. خب کدوم ماشین رو ببریم؟ من خیلی دوست دارم اینو ببریم، ولی دو نفر است، ما بیست از رو برمونیم. اینو میبینیم که هفت نفر رو بکوبیم زمین. برو بریم. برعکس عشق من، آدمات خوب باشه. امروز یه اپیزود داریم براتون با همونجوری گفتم با الناز. الناز کسیه که اگه میشه چند تا ویدیو ازش نشون بده. زیبا میرخصه، تلنتده، خودش درست میکنه. حالا میبینیم باش بیشتر آشنا بشه. منم دیگه رانندگی میکنم تا برسم به داونتاون و یعنی به بعد داونتاون که نبه خونه بچه ها. به خونه بچه هم که رسیدم دیگه بقیه فیلم رو میگیریم. هیچ مسیجی براتون ندارم، فقط خوشحال باشین، به همه برسین. Love everything. دختر خانم گل، شما مادر پدر بهت یاد ندادن که ماشین غریبه پیرمرد 45 سال سوانشی خطر داره؟ خب سلام، برعکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با الناز و کیا، دو تا دوستای تورنتوی من، دوستای جدید تورنتوی من باید بگم. اول بگی توک چیه؟ خیلی ناخوناش باحاله. بچه ها خوشحالم که از چنل عمو سهیل بگیم دیگه. من سهیل میگم ولی حالا چون میخوام جمع خانوادگی هم باشه. ولی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز. عمو سهیل گل، دمت گرم. Thanks for inviting us. بچه‌ها excited for this episode. Let's get it. خب من دلم میخواست با الناز راجع به زندگیش صحبت کنم، چون خیلی زندگی جالبی داشته. کسی بوده که در واقع میگه تا یه سنی روسری و چادر سرش میکرده، بعد از اون میاد به کسی که الان مثلا دیگه داره یعنی رقص ایران رو داره دیگه جای دستش داره کنترل میکنه. بذار من عینکم اول بذارم درست. شما سایی نشید عینکم یه لحظه برشون بندری رفت. حسودی کرد، من هم میرقصم. ولی قربونتون بشم، حالا نمیدونست داری تعریف یه نیست ولی فردتوش هم درست میگه. حالا دیدم میگه تو اکشن. خب حالا میخوام برام تعریف کن. مثلا من بگو اولین ما که فهمیدی دختری چند سالگیت بود؟ 9 سالگیت بود، 12 سالگیت بود؟ دخترم. آره. اول میدونستم دختر. نه که فهمیدی میخوای دیگه بری پسربازی کنی، میخوای جیگولی باشی. من راستش بخوام یه خاطره براتون تعریف کنم. من مامانم و بابام همیشه میترسیدن چون میگفتن من خیلی چش دریدم. من اولین شماره که گرفتم 4 دبستان بودم. سر کوچه‌مون یه خیاطی بود بساره. بعد خدا خیاطی میکرد. بعد من که نمی‌دونستم چیه، یه روز رفتم پیش مامانم. بعد مامانم هم خیلی ایرانی رفتار کرد. گفتم مامان اینو اون آقای داد. مامانم چش زد تو گوشم. شماره رو؟ آره. بعد من نمی‌دونستم چیه. مامانم آخه من درش بودم اون موقع، حالا بچه‌ها می‌دونن. درش اینجوری درش یا درش؟ همه جوره درش. کلاً زود به سن بلوغ رسیدم. مثلا سوم دبستان واقعا مثل خانم مثلا دختره مثلا کیوترینه وقتی که یه مثلا یه 6 میلی‌متر اومده نه بیرون. نه واقعا دختر خانم کاملی بودم مثلا. نه 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 تو رو نمیگم، من کلا دیدم بعد بعضی وقت دختره کوچولو میبینم مثلا دخترم میذارم مدرسه یا پسرم مثلا میبینم خیلی کیوته مثلا قشنگ معلومه که تو خونه داره با ماماش میگه مامان فکر میکنی لازمه بدیم من برای خودم برا بخرم. با چه حس بالی خدایی، واقعا یه حس خیلی بالی واسه دخترم. برای خلاصه همین دیگه پسروازی که واقعا همیشه شیطون بودم ولی دنبال پسروازی نبودم. همیشه تو راهنمایی هم پسر رو اسکور مسکور میکردم، یعنی تلفنی ها میشدم مازم تلفنی پای ثابت بودم ولی خدایی بچه شیطونی نبودم، عشق شیطونی رو داشتم. خب بعد میذاشتن شیطونی کنی یا نه؟ باید روسری و چادر این این حرکت مال چهارم دبستان بود که تو گوشی خوردم. مثلا دیگه خیلی چیز بود. بابام که اصلا از اون مدلای بود چون خیلی مذهبی بود. مثلا ما مشهد زندگی میکردیم، تهرانی نبود.
و بابام کلن اصلا روی این اصولی بود که دختر باید مثلا قانون باشه، دختر باید تو خونه باشه، حتی مثلا سرویس مدرسه ما نداشتیم که اوکی مثلا بابا تو اون لول. آره و خلاصه مادر پدرم هم که از هم جدا شدن 11 سالگی دیگه این سختگیری ها بیشتر بود، چون من همیشه بابام مونده بودم و خب مدرسه که میرفتیم فرمش چادری بود و اصلا چادر بود و کلن یه سبک و استایل. اصلا میفهمی منطقه چادر رو به نظر احمقانه نیست؟ ببین من اصلا نظری ندارم، هر کسی به نظر من توی یه مایندیه واسه عقاید و مذهبش که من نه اونی که زور میکنه اگه یکی خودش میکشه من کاری ندارم، این تربیت اشتباهه. اونی که بابا زور میکنه یا مامان زور میکنه من میگم واقعا آنفر، یعنی بذار بچت بشه 18 سالش اگه بابا میخوام خودم رو بپوشم تو کاموا برم بیرون بگذارین بره. ولی تو میام اصلا کلا میگم حالا دخترای مثل من که کلا تو اینجور خانواده ها بزرگ شدن، مثلا من موقعی که پیش پدرم بودم هیچ وقت حتی به این فکر نمیکردم که یه روز چادر نداشته باشم، چون با این موضوع بزرگ شده بودم. او پس خودم اصلا قبلا اصلا انگار مثلا فرمم بود. آره دقیقاً. و مشکلم با پدرم از سر این اجبارایی که مثلا برای حتی آزادی، مثلا یه دختر 18 ساله بودم که حتی جرأت نداشتم مثلا سر کوچه نرفته بودم تا حالا، میدونید، یا مثلا مدرسه بابا میومد میآورد منو میبرد و خلاصه سر این داستانا بود که مثلا من تصمیم گرفتم با مادرم زندگی کنم، حتی چادرم نبود. ولی بعد فهمیدم واو اصلا چقدر این تربیت بد و اجبارهای خانوادگی باعث میشه که آدم استعدادا و چیزایی که دوست داره چال بشه. میدونید چی میگم؟ فهمیدم و من خدا رو شکر میکنم که شانس اینو داشتم. خب برعکس میم تو چال تو درای تو چال با هم گپ میزنیم، یه برنامه تو چال میگیریم و لذت توچال رو با هم میبریم. میگم لذت توچال هم میبریم با هم دیگه و بهتون توچال تورنتون هم نشون میدیم. خب بعد تعریف کن الان روسری و چادر برای کاملا یه چیزیه که تعریف شده است، فکر میکنی باید باشه؟ نه اصلا هیچ وقت نشد؟ نه الان نه دارم اون تایم اون موقع اصلا عادت بوده همونو میگم که... خب بعد چه اولین باری که نخواستی دیگه باشه چجوری شد؟ راستش بخوای دبیرستان ما کلا چون با بابام زندگی کردیم اینجا زیاد خاص نمیرفتیم، ولی خونه خالم و عموم و این داستانا مثلا مهمونی و این چیزا نداشتیم و خلاصه برای همین من بعدم میادم مهمونی مثلا کیا میدونه من زیاد حال منم خیلی بدم میاد مهمونی اصلا حال نمیخوام مگه مثلا دوستای خودم حالا یه جا آره باشیم. 4 نفر 6 نفر بشیم هم حال دقیقاً واسه همین میگم زیاد تو این داستانا نبودم که مثلا بخوام میدونی دیدی وقتی یکی نمیدونه چیه تشنه اون داستان او درسته به خونه مثلا دبیرستان که بودم خونه عموم و خالم اینا میرفتیم دیگه من چادر سرم نمیکردم، ولی مثلا خب با حجاب بودم دیگه. بعد دیگه اولین باری هم دارم یه دوتا عکس برات میفرستم به بچه ها نشون بدیم. ایوان ایوان بعد ولی خلاصه این که من واقعا که مادرم میشه مامانم حالا تو ایرانش که شال و روسری داشتم، ولی کانادا که حجاب نداشتم اولش که معذب بودم خودم و یا تو تهران مثلا رفتم معذب بودم. ولی چون خب من میخوام بدم اون روز چی شد که یه روز تو بلند شدی من دیگه نمیخوام اینو سرم کنم، یه روز این اتفاق افتاد اون روز یاد نمیاد؟ ببین بکش رو داشتم این داستان رو تو وجودم داشتم، ولی آخریا دیگه میخواستم فقط از پیش بابام برم که درآرم، میدونی چی میگم، راحت باشم، نه اینکه بخوام بی جنبه بازی درارم. نه میخواستی خودت باشی دیگه. میخواستم راحت باشم، انقدر اصلا دیکته بهم کرده بود این کارو کن دیگه بدم میومد. الان رابطت با بابات خوبه؟ من 12 ساله بابام تردم کرده دیگه. هنوزم ترده؟ آره اتفاقا همین یه ما پیش بهش زنگ زدم ولی بازم جوابم نداد. عجیب. آره چون بابام خیلی بعد تو مشهد میدونی خیلی مثلا آبرو اینا واسهش مهمه، الان بابای من فکر میکنه مثلا من خیلی الان آبروشو بردم دیگه. آها فهمیدم. خب نه به بابات اگه یه بار اگه منو نگاه کنه میفهمه که بس آدم بعد چه جوریه دیگه، میدونی طرز تفکر حالا گرفت چی میگه طرز تفکر بعضی از مردهای ایرانی. ببین خیلی واقعا بده، چون من تمام من تو کانال دو تا کار میخوام بکنم، یه بار مردم بخندونم یه بار مردم چیز یاد بگیرن. اگه یه نفر یاد بگیره که مثلا از الان تو مثلا یه آدمی دیگه، ببین تو میتونستی الان بابات بغلت باشه با ساپورت بابات اینجا باشی، خیلی باحال‌تر بود این داستان تا اینکه من با من نمیبینه چون من خفنم. بعد پرابلمو ببین چون من خفنم، آخه خفنی میدونید از دید هر کسی یه جوره. بابای من خفن خب همین نظرش این بود که من اگه دخترم 19 سالگی شوهر کنی بچه دار بشی قبول، منم همون اخلاق اصلا دارم، ولی موموکو اگه 19 سالگی هروئینی هم بشه من باش اوکی ام،
بهش میگم بابا جون بیا بزن تو خونه بزن نو پرابلم. بالا بیاره تمیز میکنم. ولی خداشا یعنی خیلی آپدیت تر شدن خانواده ها واقعا. چون حالا نسل ماها بیشتر مادر پدرها هستیم. ولی ماها سکریفایسه. ماها منظورم شماها این. چون من که نیستن خر دارم اولا. نه بابا شما ما همین ما 30 خورده سالمون. من آخه رفت 39 همین هفته پیش رفتم 40 دیگه. به تبل دروغیه شناسنامه شدم. چون دسام واقعی میره دسام که شدم 40 حکی میموسی چند سالته میگفتم لیگالی ترین نایی. بچه ها یه چیزی رو بگیم، 3 تا آذر ماهی توی این هم دسام میشه. همون آذر ماه 3 تا آذر. آقا ایزی بگم ناراحت چیم ببین بدشانسی دنیا چجوریه. ببین دنیا چقدر عجیبه. من اومدم اینجا امروز که اومدم خونه بچه ها، من 10 روز همسایه‌شون بودم، یعنی بیلدینگ بغلی. از خونه‌شون بالکونی که من توش داشتم گل می‌زدم و فوتبال بازی می‌کردم معلومه. و یه فامیل داریم که اون فامیلمون رو دوبار رسوندم که خونه شما زندگی می‌کنه. ما چه بدشانسیم. بعد خونه خشی میرم واسه 2 ساعت با خشایار حال بکنیم و شما میایم به خاطر اینکه خشی خونش 4 دقیقه تا من فاصله. تبریک میگم مانتایز رو. اصلا اون برم میومدیم بعد اون برم یه سر میومدیم اصلا این... من نمیدونستم دیگه آخه بگم اصلا نه. من درکی اومدم تو من گفتی من النازم، گفتم سلام. آره من اول گفتی النازم، گفتم هم سلام سهیلم. بعد گفتی که من ویدیو تو دیدم، گفتم که خیلی متشکر خیلی متشکر. بعد در آوردم وقتی که تو اینستاگرام و اینا کسی که جلوت باشه اسمشو بزنی اینستاگرام میفهمه داری اونو که صحبت میکنی، از لوکیشن میفهمه که اوتو داری احتمالاً اینو میگی. آره بعد من روی این حسابم بذار بدم الناز پیدا میکنم که فالوش بکنم انقدر باحاله و اینا، یه حالی بهش بدم. یه سلامی گذاشتم بعد زدم الناز، بعد اینجوری اومد اصلا دیدم ام و میلیون اینجوری بودم. نه بابا این عدد همه فالوور مهم اینه که محبوب باشی. و خیلی جالب بود. من چون میگم من چون فیلم بازی نمی کنم که نمیدونستم، ولی ویدیو تو با سپر دیده بودم. آره پارسال با سپر. ولی ویدیو رو یادمه، صدا رو یادمه که آره میرقصیم و اینطوری میکنیم و به خاطر این شده بعد برم زندان و الان نه بعد برم زندان. آره دیگه بعد برم زندان. زندان بودم. آره بودی ام؟ آره دیگه ولی خب فرار کردم اومدم اینجا. از زندان فرار کردی؟ نه دیگه تا دادگان بودش فرار. پرزن بریک شده. آخه نه من داداشم ماکن نقشه ناموسی ببینم تتو اینه داستان اینا توشو برین ایران نیست تو چی شهر بازی بودی؟ نه من در حال همین حالا بچه‌ها میدونم میدونید اصلا یه جوری حرفای داریم که از زندان فرار کرده. ما هم داریم از زندان فرار کرده بعدش هم اومده رفته عراق بعدش نه نه رفته افغانستان. از افغانستان کدوم زندان؟ اون حتما از اوین که نمیشه. نه 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 خیلی ضعیف. نه خیلی نه من زندان که میگم حالا چردن بازداشتگاه بودم نه میفهمم میفرستدن از زندان دیگه مثلا تا دادگاه بودن مثلا خب وثیقه گذاشتیم 3 روز بعد مثلا بعد دادگاه بود بعد در رفتم یعنی اومدم کانادا. تو این داستان الان بابات پشتت نیست؟ اصلا بابام نمیدونستش موقعی که خیلی این اتفاق افتاد 5 سال پیش دیگه. خب 6 سال بود من از پیش پدرم اومده بودم، 5-6 سال بود اومده بودم دیگه ازشون خبری نداشت. الان چند سال کانادا میای و میری؟ من کانادا 2013 با مامانم اومدم اقامتمون گرفتیم، بعد هی در رفت آمد بودم تا 5-6 سال پیش که دیگه نتونستم برم و الان فکر میکنم شده 10 سالی میشه دیگه اینجا. آره 10 سال. بعد هی میومدی میرفتی یه بار رفتی گرفتن. آره یه بار که رفته بودم اونجا با پروازم داشتم به خاطر اینکه رقصیدی تو اینترنت. آره من کلیپای رقصم خدایی از کانادا شروع کردم، ولی خب چون تو ایرانم ادامه میدادم مثلا حالا میرفتیم پلاتو باشگاه این بر اون بر میگرفتم این موضوع خب براشون عجیب بود. بعد چون این کاری که من میکردم این موضوع مثلا 7 سال پیشه، مال الان نیست. الان ماشاءالله تو ایران همه بلاگر و دنسر و هنرمند و پیج دارن کار میکنن و خب بازم میگم آپدیت تر شده ایران تو مسئله اینستاگرام، ولی خب اون موقع خیلی عجیب بود. حتی من 1 سال اول از خیلی خانواده ها فوش میخوردم که زنی که این خجالت نمی کشی اومدی تو فضای مجازی لخ کردی میرقصی، ولی خب خدا رو شکر این موضوع هی بابتر شد و
الان هم میگم خیلی پیجای رقص زیاد شده و خب اونقدر گیر نمیدن که مثلا اون موقع گیر دادن. مثلا ایران رو دیدید فاز یه چیزی رو خودش میندازه، یه اتونه مثلا 4 سال قبل ما ریختن ملیکا زمانی و نه سلطان اینا رو گرفتن سر مادری، میدونین چی میگم؟ 4 سال قبلش خواننده ها رو گرفتن، خواننده های زیرزمینی، کلا انگار سیستمش اینه. برعکس زدبازی هم گرفتن یه بار دیگه، همشون کردن زندان بهشون، بعد گفتن آقا اینا رو نگین، اینا رو نگین، به قول من کاری به کارتون ندارین. ولی من چه خودم مهر سوخته این داستانم، همیشه میگم کسایی که گرفتنش رو و خدا رو شکر مثل من یا یکی مثل شروین تو شرایط گرفته شده شد، گرفتنش براش خوب بود، میدونی چی میگم؟ دیده شد، حالا واقعا درد سرای خوش رو داره. من به شما نگفتم موام ریخته، نمیدونم، آره پشمام ریخته، هزار من تیکه تیکه موام از استرس همین اینستا خیلی کورتون میزنم. اینستا چی شده بود؟ اینستا هم که 8 ماه پیش سر همین داستان ایران فوش دادم که مثلا که باگ بود، 3 بار ریپورت شد که بار 4 دیگه رفت، 7 ماه بسته شد. 2 میلیون خورده فالوور. آره اساس پیجم ترکید، الان خدایی یه ماه خوب شده، یعنی قشنگ ترکوندم پیج منو. خیلی حمایت میگه از ایران. آخه 24 میذاشتم و میدونید اصلا یه جورایی انگار الان بعضی وقت خودم استوریامو نگاه میکنم اون موقع تو آرشیوه، میگم بابا چه غلطی میکردی، دهنتو ببن بابا، به تو چه حدی داره. خودمو میگم اون موقع انگار مثلا حالا اینو کشته بودن اون میمرد. انگار خیلیه بابا، من هر روزم گریه میکردم، گریه بکنم، من عصبی بودم از میدونید، شاید خشم خودم بود، عقده بود که ازشون دارم، میدونید. نه میگی چرا؟ میگی چرا این اتفاق داره میفته؟ من نمیفهمم دیگه. خلاصه خدا نیاره واسه کسی، ولی خب استرس های این اینستا هم خدایی خیلی زیاده دیگه، حالا بخوایم صادقانش رو بگیم. آره اینستا من از دخترم ویدیو گذاشتم که پمپرز تنشه، بعد به من گفتش که به خاطر آره کیتو که اصلا بچه بازی به قانون معروف اکانت تو سیرو ساسپند کردیم. نو وی. آره منم با خواهر کوچیکمش خیلی ویدیو اینجوری شد، حالا میگم اون لباس تنش بود، ولی بازم همین عکس رقص میرفتیم میگفت تهاجم کودکان. آره اصلا بابا من دیگه مثلا خیلی ناراحتم، من کلی مومنت های قشنگ دارم جرئت ندارم بگیرم ازشون، یعنی کامرا همونجاست میخوام بزنم اینستاگرام که خاطرشه برام، ولی جرئت ندارم چون میگم که اینا دیوانه، ریپورت میخوان، بعد دخترو عکس میذارن فلانشون آویزونه یه تور پوشیدن جلوی آینه و آفتاب، اون اوکیه ولی بچه ما پمپر اساسا باید حواستون باشه دیگه، سوس خازه کنار کشالای رونه پا خیلی اساسا دیگه قبوله دیگه، صاحبش نیستی بچه میگه ما باید گوش بدیم چیکار کنیم. خب آدم هم طرف نیستی مخش آدم بزنه، آره اصلا تو حرف نمیزنه، خیلی رو اعصابه. بعد الان خود خب خیلی راحت تری که دیگه روسری سرد نمی کنی و چیلکسی و یعنی یه انسان دیگه مثلا یه جای آدم زندگی میکنه که تو این فازا نیست، یعنی خب. من اصلا هیچوقت فکر نمی‌کنم که وای الان راحتم اون موقع ناراحت بودم، انگار اینجوری بودم همیشه. خب حالا پس اون موقع که خودتون منظورم پوینتی که میخوام برسم اون موقع احساس میکردی پاکتری یا اینکه نه هیچ فرقی نداشت واسه دیگه، چون تو مغزت میدونی کی هستی دیگه، درست میگم؟ ببین یه چیزی بهتون بگم راست شو بخواین، حالا بالا منبرم نمیرم، ولی من الان تو این شرایطی که هستم اتفاقا دوست دارم خوبیا رو بیشتر انجام بدم، کمک کنم، حواسم باشه، حالا چه میدونم تا جایی که میتونم عصبی نباشم، مهربون باشم یا هر چی، تا اون موقع که یه زندگی نرمالی داشتم و فقط داشتم زندگیمو میکردم، میدونید؟ و خب سنم هست دیگه، مثلا من واقعا 19 سالم بود، الان 31 سال سنمه و کلا دیدگاه هم عوض شده، چه به زندگی چه به عقاید. طرف توی یه جایی هم باشه واقعا توی 10 سال آپدیت مغزی هم که بشه دیدگاهش عوض میشه، حالا چه برسه که شرایط زندگیش هم عوض شده. و من واقعا میگم یکی از هدفم اینه که واقعا کتاب بنویسم از شرایطی که داشتم من تو این 30 سال، چه با پدرم که بودم، چه بعد 2 سال اومدم تنها توی شهرستان دانشجو شدم، چه اومدم اینجا اولش توی یه بیسمنت تنها زندگی کردم، یا الان که خدا شکر با مامانمم، همش یه دوره‌های متفاوتی داشتم، میدونی چی میگم؟ خیلی هم همش خیلی هم دور بوده. کمک خواهد کرد به آدم‌ها، چون اتفاقا اینجوری کم میفته، خیلی اکثر آدم‌ها زندگیشون خیلی نرماله. داشتم میخوندم میگفت فقط 3% جمعیت دنیا اونجایی که به دنیا آمدن نیستن، به این فکر کن، چون همه کله خرابش دارن. آره یعنی با خیلی آدم انسانیت عاشق اونجایی که به دنیا میای،
از اونجایی که بری دیگه فکر نمی‌کنی. من همیشه میگم من احساس نمی‌کنم کانادایی ام، احساس نمی‌کنم ایرانی ام، من بدون کشورم. هر کی من میگه کجایی میگم اکس کانتری ایران بوده. منم همینطور واقعا دیگه. یه خیلی یه چیزی که از دست میدی ولی به جاش میتونی راحت لباس بپوشی، میتونی مثلا تو خیابون برای خودت عادی میشه. باور کنین الان بعضی وقتا نگاه میکنم تیپ دخترای اینجا ساده تر دخترای ایرانه. آره دیدی؟ به خدا میگم تازه با حجاب ایران دارم مقایسه میکنم. اصلا حجاب که بی خیال، اصلا ببین سوری الان حجابی هم که من خودم ایران بودم داشتم یه شال میندازیم اون تو باز کد. آره میگم، میگم همون میگم. اون بیشتر پسرا رو نگاه دوست دارم بخوام، یا خود من که دخترم دروغ شرا حالا یعنی چی؟ و اینجا اصلا من نمیدونم واقعا ساده پوشی خیلی بیشتره. من خودم عجق و عجق زیاد میپوشم. چرا؟ چون کارمه و دوست دارم. من کیا میدونه واقعا خودم تو خونه یا مثلا یه جا میرم همیشه یه گرم کنم مثلا نمیگم پلشتی، ولی واقعا یه چیز ساده همیشه تنم میکنم. ولی کافیه بخوام بریم مثلا ویدیو بگیریم، بخوام بریم باشگاه چهار نفر آدم رو بشتاسم. صاحبه این توچال خیلی آدم مشتیه، حالا البته امیدوارم خودش بشه، من خودم یه دو بار فکر کنم بیشتر نمیدم. خیلی آدم مشتیه، بهش بگیم تو رو خدا گلپرینا هم بریزه، بعد یه سوسی داره. چه اتفاقی میخواد بیفته اونجا؟ گلپر مگه میریزن تویش؟ بعضی میریزن، من دوست ندارم راست آخر، من نمک میریزم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اومدیم آب میوه انار توچال تورنتو. تورنتو آب انار معروف توچال رو میبینی که بسیار هم پاتوره. خب اینجا من بعد کامپتیشن بعد اومدم اینجا. این یا این؟ من این. ببینین همش رو داره. پرنس آف پرژا. بابا. با این شبیه چیز ترقبه مشهده. آبا این کره جوس این انگار اگه سگ روش پوپو کرده میبینی؟ ولی میخوام هنوز. ببین من چی کار کنم؟ ببین من میگم یه شرینگ و کرینگ استفاده کنم. آره من واقعا شرینگ کرینگ هستم تو این موضوع. ببین این خیلی بمبه، این خیلی بمبه، این خیلی بمبه، این خیلی بمبه. یه دونه پسته بگیریم. آره میدونی یکی اینو بگیریم. اوکی. تو کدوم؟ این یا این؟ جفتش خوبه. میتونیم این ستا رو بگیریم؟ بس. آب هویج بستنی رو میتونید شما ببینید. آب هویج بستنی رو شما نگاه کن. من نمیدونم قرار چه چیزی شیر کنیم، ولی احتمالاً دعوامون میشه شما. میخوام اینو گرفتیم. نمیتونم جان. اینو گرفتیم. خمسوئل میذاره. بعد به این. من نمیخواستم و همه رو هول زد الناز. من گفتم یه دونه بگیم چهار نفری بخوریم الناز. نه چهار تا میگیم بچه‌ها خودتو میشناسن. بچه‌ها میدونن اصلا لازم نیست نشناسن هم اگه من واسم بغض بگم. بچه‌ها میدونن اگه گفتی اوکی چهار تا شعر نمیکنم شما چه چی نمیگید بچه‌ها. وای الان بچه‌ها اوه مای گاد نون بسنید آقا اینا نه نکنید ببین فقط ناراحت دیگه بس دیگه مثلا نارنجی هم هست چیزا نه شون اومدن نه صورتیه. وای وای نگم برای من همین بگذاشتم اون بشینه سر جاش. وای پاک بستنم شد دیگه. ما هم گل شیر میکنیم تکنیکلی یه لب ملو گرفتیم هم. بچه ها واقعا تو این ستا اول اون بعد اون واو یعنی همه شامن چون ترشه شب چند شما میبندین؟ خب بس میبینم اتون من میرم بچه ها میرم اینجا. آقا سوال از ونکوور اومده. تمام غذاهای امروز هم مجانیه، اسپانسر کردم ما رو. خاک به سرمونم. نه شوخی میکنیم. یعنی خش بچه من واقعا میخوام از این یه ذره بزنم چون دود خیلی اون قویه. یعنی اصلا اشتباه کردیم نگفتیم 3 تا 6. ببین همین دیگه تو گفتی دیدی با شوری دیگه تو گفتی آقا من اینو میخوام من از خارجی تو وارد نکنم. ببین من واقعا من بی شوری معذرت میخوام. من نمیدونم ما چون ترش دوست داریم این پرنس اف پرژیا اصلا با این
بچه‌ها من از این خارج میشم. من جای تو بودم. من تو اوج خدا بچه‌ها توش آلمانی خورشه داره. من جای تو بودم شعر نمی‌کردم. کاملا حق بهت میدم. نمیشه. این چیز مزه تو گفتی 12 اونو من گفتم. پس خوردن اون این مزه کفگیر میده. آره منم بیا این چیه که صفحه کاری بود؟ ولی من میدونی چی الان میگم جاشه بچه ها؟ چی؟ این بستن توی این آره اون چیز زمین بستن شما ساندویچیه؟ نه اسکوپی هم داری من رو هم گذاشتم نه میگم خیلی قشنگ قویه. چند سال اینجا باز شده؟ آره بابا من از 2005؟ آره خیلی من 10 سال پیشم اومدم بود شده. آره من مثلا 3-4 سال پیشم الان من فقط آبنگاه رمویی خوردم. اوه ترش و شیرین بوده نه ایدر نمک بودم نشون رژیم. ولی این اصلا نشون رژیم 5 و 6 اینجا خیلی خورد پرم داره 5 و 6 آره 5 چیه؟ فرقشون چیه؟ خیلی خورد و ایوان آقا نگاه کن یاد بگیریم بیزنسمن ایرانی خاک بر سر. واقعا تو تورنتو خیلی کمه این پذیرایی. واقعا اونو برداشتی؟ بله عمو سایر این خیلی بیشتر مزه داره. من راضی ام این دوش این لام داره خدای مرسی. ولی خب فکر کنم خودت بودی. آقا شوقی مرسی. میشه یه دقیقه بیاین توی شات شما هم ببینن؟ نه من عالیه. آقا روزه خدا ایلت سرزه مادر بگه یاد نمید چه خوشنده است. واو بچه ها دمتون گرم. من حال کرده باشیم خودتون باشیم. میخوایی سریع سر کن سریع سر کن نمیخوایی نکنیم نکن براتون دنیا خوشحال باشیم. من ولی بگم یه چیزی بطفاً. با روسری بی روسری اون کاری که حالتون رو خوب میکنه یه بار یادار بگو با روسری بدون روسری یا هر جای دنیا یعنی اصلا فرق نمیکنه خارج باشی ایران باشی یا حتی تای جایی که امکانات نباشه اون کاری رو بکنید که حالتون رو خوب بکنه دلتون رو شاد بکنه و خودتون رو خودتون راضید. یه رقص مو به رقص بگو من بیارم بکنم با سر بکنم زمین بذارم تو سرم بذارم چه کنم؟ نمیرم چی برم من چی کنم بکنم آتو بلی؟ آره اگه بگی من بکنم نمیاد بعد این بستن خوردادی یعنی فقاوردی هم به به خوب میاد ماشالله ماشالله با جون رو در میاد پتانسیال داره جمیله ای اومد گفت خوردادی هم بیا شهر و سهرانی میشه الان دمتون گرم بچه ها